شنبه هفته جاری آغاز هفته بدی برای شهروندان کشور بود. لاتکوب، شکنجه و بالاخره انداختن مهاجران افغان در دهنه ذوالفقار، نوار مرزی میان افغانستان و ایران که سبب کشته شدن 23 تن گردید. متهم علیه قضیه بنابر صحبت شماری از شاهدان عینی مرزبانان ایرانی می باشند. موضوعی که دلیل تشکیل این تجمع اعتراضی در هرات شده است. هدف از برگزاری همایش ما به ارتباط حادثه اخیری که مهاجرین افغان عودت میکردن به کشور جمهوری اسلامی ایران و سوی مرزبانان ایران گرفته شدن و مورد شکنجه و به صورت وحشیانه به قتل رسیدن و این کار خلاف انسانیت و خلاف قانون مهاجرت و خلاف قانون میثاق بین المللی می باشد. و تا به حال دولت افغانستان اجنو وضاحت در این مورد به مردم افغانستان نداده. ما خواستیم صدای اعتراض خود بلند بکنیم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت خارجه بخواهیم تا در این موضوع به صورت اساسی اگر بررسی کرده بیا به مردم افغانستان شریک بسازد. اگر بررسی نکرده اقدام به بررسی موضوع بپرداز. آنان از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر نیز می‌خواهند در برابر این رویداد خاموشی اختیار نکرده و ایران را وادار سازند تا در این باره پاسخگویی درستی داشته باشد. از سوی هم برخی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند حکومت باید از طریق مجرای دیپلماتیک به گونه جدی چگونگی این رویداد را پیگیری نماید. باید از طریق وزارت خارجه این موضوع، چون بین دو کشور باید این موضوع جدی پیگیری شه و عاملین از این که امی کسایی که از جمهوری اسلامی ایران این امی عمل مرتکب شدن باید از طریق دادگاه همون کشور به محاکمه برن. با این حال والی هرات میگوید که از سه روز به این طرف هیئتی از سوی وزارت خارجه در حال ارزیابی چگونگی این رویداد است و پس از تکمیل بررسی ها حکومت در این راستا موضعش را اعلام خواهد کرد. توقع از این نداشته باشین که اداره محلی در این مورد اظهار نظر بکنه و وزارت امور خارجه افغانستان تا فردا نتایج اولیه گزارش هایی که از محل استخراج شده به مقام عالی ریاست جمهوری میرسن. شما میفهمین که فعلا یک تیم فوق العاده فعال از همه جوانب در ولایت هرات از سه روز به این سو در حال کار است و تا حال دو گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده و به زودی گزارش ها تکمیل میشه، ویدیو ها تکمیل میشه، مستندات تکمیل میشه و دولت ما در این بر اظهار نظر میشه. واکنش ها در حالی از سوی باشندگان هرات مطرح میشود که درست سه روز قبل شماری از مهاجران افغان که قصد رفتن به ایران را به گونه غیرقانونی داشتند ادعا کردند که از سوی مرزبانان ایران در دهانه ذوالفقار دستگیر و پس از شکنجه لاتوکوب به دریای هریرود انداخته شدند که بر اساس گفته شاهدان عینی در این رویداد 23 تن کشته و شماری هم سالم از آب به در آمدند.